انسان با معنویت شکوفا می شود، نه با مذهب. همونطور که بدن انسان نیاز به ویتامین D و یا آهن دارد، ساختار وجودی او هم طوری طراحی شده است که نیاز به معنویت دارد. حال اگر ویتامین مورد نظر و یا آهن به بدن انسان نرسد، بدیهی است که او بیمار می شود، توهم و یا امراض دیگری می گیرد. بود معنوی در انسان چنین نقشی را دارد که امروزه به دلیل صنعتی شدن و پیشرفت‌های سریع دیگر متاسفانه گویی به فراموشی سپرده شده. و این دوری از معنویت موجب گردیده تا مبتلا به مسمومیت فکری گردد، به دوری که طبیعتی تیره به خود گیرد و از راستی و درستی دور، بلکه مشکلات عدیده‌ای که ناشی از عدم شکوفایی بُعد معنوی انسان است داشته باشد. انسان معنوی انسانی است واقع‌نگر که متمایل به مثبت اندیشی است و سرشار از خیرخواهی و مهربانی است که برای پاسخگویی به نیاز اساسی خود شیوهی خاص و رویکردی ژرف به زندگی و به جهان دارد. انسان معنوی با انسان مذهبی متفاوت است، به طوری که میتوان گفت هیچ ربطی به یکدیگر ندارد. البته انسان مذهبی ممکن است رگه‌هایی از معنویت داشته باشد، اما انسان معنوی هیچ التزامی به مذهب ندارد. باری معنویت یکی از ارکان چهارگانه ابعاد وجود آدمی است که با مذهب و دین و یا عرفان فرق دارد. معنویت عنصری است که به عنوان جهتیابی اندیشه و رفتار آدمی که او را به حقیقتی نهایی و غیر مادی رهنمون می سازد و ماندگار است اشاره دارد. و از چنان انرژی و نیروی برخوردار است که سبب بیداری عقل و نیز سطح بالایی از هوشیاری می گردد. معنویت افکار، احساسات، کلمات و رفتارهای پیشرفته است که با کل کائنات در ارتباط است و یک نوع اخلاق خاصی را اقتضا می کند. لذا خدمت عاشقانه و خالصانه به خلق خدا بدون هیچ توقع و چشم داشتی دارد و در هیچ حالی خواهان درد و رنج و بلا برای هیچ انسانی نیست. معنویت در انسان سه نمود دارد: محبت، نیکوکاری و خیرخواهی. معنویت به حقیقت مطلق می پردازد و آن را برای همه یکی می داند. اما دین به حقیقت نسبی می پردازد و اینکه تنها من حقیقت را شناختم و دیگران همه در گمراهی هستند. معنویت به تسکین جدال و رنج می انجامد، اما دین به اختلاف نظرها و مشاجره و جنگ می انجامد. مذهب تمایل به تخیل و توهم دارد، اما معنویت توجه به ارزش‌های اخلاقی و انسانی دارد و با شیوهی خاص محبت را جایگزین نفرت و عزت را جایگزین تحقیر و صلح و دوستی را جایگزین جنگ و دشمنی می‌نماید. امروزه هرچه بشریت بیشتر به سوی مذهب می‌رود، تعصب‌ورزی‌ها و تنگ‌نظری‌ها و خودخواهی‌ها بیشتر می‌شود. و چنان که مشاهده می کنیم، افسردگی و اضطراب، ناامیدی و نارضایتی از زندگی و نیز انواع اختلالات شخصیت و درگیری ها بیشتر شده است. چنان که می بینیم، نسل ما بیشتر از نسل پدر و مادرانمان به دادگستری می رود، به طوری که آمار پرونده های آنجا در دنیا سرسام‌آور و کم نظیر است که همین امر به تنهایی حاکی از معانی بسیار دارد. و نیز علی‌رغم اینکه بیشتر از نسل گذشته در رفاه به سر می‌بریم، بیشتر از نسل گذشته هم در رنج و عذابیم. انواع گرفتاری‌ها، نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، انحطاط فرهنگی و اخلاقی، دزدی، خیانت، تبعیض، فساد و اعتیاد و غیره همه جا را فرا گرفته است. به راستی چرا این گونه است؟ چون به جنبه معنویت خود توجهی نداریم و در قفلت به سر می‌بریم. چون مشتی اوهام و خرافات را به جای معنویت گرفته و حقیقت وجود را فراموش کرده ایم. مطالعات روانشناسی نشان می‌دهد که انسان امروز به جنبه معنویت وجود خود بسیار کم اهمیت است. لذا ناخشنودی و نارضایتی ها و بسیاری از اختلالات دیگر از همین بابت است. پس آیا بهتر نیست لحظه ای تأمل کنید و بیاندیشید که به کجا می روید؟
به راستی اگر انسان و حقوق انسانی شناخته شود، جایگاه انسان و نقش او هم در هستی شناخته می شود، به طوری که دیگر در حلقه های باریک و تنگ مذهبی نمی ماند که همه را بر خطا و تنها باورهای خودش را کامل و صحیح بداند و از آن بدتر بدان تعصب هم بورزد. زیرا با وسعت دید بیشتر و افق فکری بالاتر و شخصیتی عمیق‌تر زندگی می کند. لذا از مدارا و نرمش بالایی هم برخوردار است و بدی را با خوبی دفع می کند. نیاز به معناجویی و معنویت از نیازهای اساسی انسان است که وجه تمایز او از حیوان و نمایانگر انسانیت اوست. زیرا محبت که علت حیات و نیکوکاری را که اساس زندگی و خیرخواهی را که لازمه وجود است در انسان جاری و ساری می سازد. تا به همه انسان ها از هر مسلک و مرام و نژاد و جنس و طبقه و مذهبی احترام بگذارد و خیرخواه آنان باشد. زیرا انسان های معنوی همواره برای ساختن زندگی و دنیایی بهتر که در آن دیگر مردم فقیر، جاهل و درمانده نباشند، تلاشی بدون وقفه دارند. باید اعتراف کرد که در دنیای امروز مذاهب در اصل بیزینس هستند. هر کس می خواهد بیشتر جنس خودش را بفروشد، لذا بیشتر تبلیغ می کند بدون اینکه باطناً تحمل دین دیگری را داشته باشد. و این در حالی است که حقیقت دین در انحصار هیچ مذهب خاصی نیست، بلکه نیاز بشریت به معنویت است. البته عرفا در همه ادیان به بخشی از معنویت رسیدند، تا جایی که می‌بینیم مثلا مولانا نام مثنوی خود را مثنوی معنوی می‌گذارد، نه مثنوی مذهبی. ابوالحسن خرقانی می‌گوید هر که به این سرا درآید دینش مپرسید و به آن آب و نان دهید، بدون اینکه توجه به دینش کنید. آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان ابوالحسن به نان ارزد. معنویت یعنی این، یعنی به جز خودت و نیازهای خودت به دیگران و نیازهای آنان هم فکر کنی و توجه نمایی و بدانی که خالقی هست که تو را میبیند. باری معنویت یعنی فرارفتن از خود و دیدن دیگران و توجه نمودن به آنان. معنویت یعنی شفقت، شکیبایی، تحمل وجودهای دیگر. معنویت یعنی مسئولیت پذیری، یعنی بخشایش و همدردی، یعنی با حیوانات، با گیاهان، با هم نوع خود و با همه پدیده های هستی خوب رفتار کردن. لذاست که می‌بینیم معنویت را بر سه پایه می‌خوانند: یک، شفقت ورزی، یعنی حس کردن درد و رنج دیگران، چه آنان انسان باشند، چه حیوان و چه گیاه، و گامی در جهت کاهش آن برداشتن. دو، نوع دوستی، یعنی هر انسانی با هر مسلکی و هر مرامی و هر جنسیت و نژادی مورد احترام و دوست داشتن است. سه، احساس پیوند با هستی نمودن، یعنی با تاریخ و با همه پدیده های دنیا و جهان احساس پیوند و نزدیکی داشتن. قابل توجه است کسی که احساس غریبی می کند نمی تواند احساس پیوند داشته باشد و کسی که خودی و غیر خودی دارد نمی تواند نودوس باشد و کسی هم که فاقد آگاهی باشد نمی تواند با هستی پیوند داشته باشد. در نتیجه نمی تواند انسان با معنویت باشد. انسان معنوی هیچگاه احساس دلتنگی نمی کند و دیگران را قضاوت نمی نماید. او دیگران را مسخره نمی کند، بلکه برای همه انسان ها ارزش و احترام قائل است و همه را برابر می بیند. انسان معنوی آنچه بر خود نمی پسندد بر دیگران هم نمی پسندد، بلکه به دیگران چون خود محبت و نیکی می کند. به راستی اگر راستینان صادق در هر دینی به دور از منیت و منافعشان کنار هم و با هم به نوسازی جامعه و ایجاد محیطی صالح با صفا و آرامش می پرداختند، جهان آشفته و پریشان امروز صورت دیگری به خود می گرفت و نه تنها حوادث فجیع تاریخی به وجود نمی آمد که سلامت و عافیت و صلح و دوستی روی می نمایاند.